وقتی که اون سایت ها رو معرفی میکنه که نه ضد انقلابن با بیگانه در رابطه هستند، من وقتی اینا رو میخوندم یاد محاکمات استالینگار کسانی که در خرداد 88 به بعد دستگیر شده بودن، اون دادگاه های نمایشی اعتراف میکنم در اون به اصطلاح دادنامه دادستان که خونده شد، که اون من اون روی منفست سیاسی حاکمیت دونستم برای کوبیدن مخالفینش، در اونجا اشاره کرده به براندازی نرم و نوشته های جین شارپ و اینکه باید از راه های مسالمت آمیز اقدام کرد. خب این پیش زمینه در ذهن من بود. البته اون زمان از خودم میپرسیدم که اگر من ایرانی در ایران دنبال این هستم که بدون اینکه از دماغ کسی خون بیاد از راه اصلاحات و بی خشونت از این فاجعه حاکم بر ایران رهاشیم، بیایم از راه دوستی، اتحاد، مذاکره مشکلاتمون رو حل بکنیم، آیا لازم هست که من حتما باید آدم جینشاد بشم؟ لازم هست که حتما جزوه اون خونده باشم؟ گرچه البته جینشار پیر مرده، ولی اگر 100 سالم داشته باشه، 200 سالم داشته باشه، من بدون این که به اون نیاز داشته باشم اینو میتونستم بفهمم. من ماندگار رو جلو چشمم دارم که بدون خونریزی تونست اون رژیم آپارتاید رو تبدیل به یه نظام دموکراتیک بکنه. خب چرا باید این فکر رو بکنیم؟ در این اطلاعیه به این نکته رسیدم که وقتی که سایتی هست که خارج از سیطه کنترل اون هاست، سایتی هست که اون چه که اونها میپسندن رو نمیگه، یا رادیو و سازمان های دیگه که در اونها ایراد میگیرن یا افتضاحاتشون رو نشون میدن، و یا جالب ایرادان حقوق بشر روزنامه نگاران بدون مرز اعتراض بلند بالایی میکنه که چرا این روزنامه نگاران رو دستگیر کردی. حتی رابط مگابه تا حالا چنین کاری نکرده. این نشون میده که اینها البته به مستاق از کوزه همان برون ترابط که دروست، نشون میده که اینها تمام تلاششون، تمام دویدنهاشون، جون کندنها در اندیشه ورزیشون و برنامه ریزیشون به اینجا رسیده که به خاطر اینکه در قرن 21 ایران رو که مرزهاشو کاملا کنترل میکنن، مرزهای الکترونیکی رو هم کنترل بکنن، دهن همه رو هم ببندن، دیگه نه فقط احمد شهید بلکه عفو بین الملل هم در رابطه با ایران حرف نزنه و اگر هم زد هیچ کس اون رو منتشر نکنه، بگه که ما در جزیره امنی هستیم که با سرنیزی اینجا رو حسابی بستیم، یک کره شمالی ساختیم، این ترمیزه که 16 نفر بیگناه رو دستگیر بکنه و این اطلاعیه رو صادر بکنه، نفس دیگرانی رو هم که ممکنه چنین فکری داشته باشن هم بگیره. جا قرابی پازه، اگر اینا مطلبم دادن مطلبم گرفتن، نکته مهم اینه که مگر تو به عنوان یک دولت در اون سرزمین به عنوان حاکمیت راه خبررسانی و خبرگزاری رو باز گذاشتی؟ صدا و سیمای سید علی خامنه ایه و بعد تمام رسانه های تحت کنترل سازمان های امنیتی و اطلاعاتی و تمام شکنجه‌گرانه. خب اگر باز بود و مردم آزاد بودن صحبت کنن، اعتراض اگر یا خبررسانی میکردی که اینا دارن میکنن، یه جایی شنیدن دار. این که اوج حماقته، همه چیز رو روی ملت بستی، مردم رو تو وادار میکنی این کارا رو بکنن اگر بکنن. بله. این گناه گردن توست، این خیانت توست. بله کاملا درسته. بله همینطوره. بله همینطوره. اگر نه چرا باید، اگر تو مملکتمون مردم بتونن راحت صحبت کنن، مطالبشون منویسن، مثل بسیاری جاهای درست دنیا
چه دلیلی داره و برن به سمت دیگران بخوان صداشون رو پخش کنن، خیانت رو اینا میکنن. بله بله بفرمایید، ببخشید. زاویه دیگه هم که من به این مسئله نگاه میکنم، این یه خود منو وصل میکنه به بحث مجلس و اون افشاگری که در مجلس بله. این هست که از یه زاویه دارم نگاه میکنم. فرضاً با وجود رسانه های خوب یا بد در داخل کشور، حالا چه اشکالی داره من یک برنامه خاصی رو در خارج از کشور یا در داخل کشور بپسندم یا بخونم؟ بله. چه اشکالی داره که من یک فیلم بد ببینم؟ چه اشکالی داره که یک کتاب بد بخونم؟ دقیقاً. از اینجا برمیخیزه، از نگاه شبان رمه‌ای، از نگاهی که اینها به ملت ایران دارن. الان در رابطه با مجلس رو نشون خواهم داد که شما هنوز به بلوغ نرسیدید، درست مثل پدر مادر که بچه های زیر سن بلوغ رو کنترل میکنن چی بخونن، چی ببینن، کجا برن، چی بپوشن. ملت هم هنوز به اون بلوغ نرسیده. اگر 40 سال پیش شاه گفت، 30 و چند سال پیش اشرف پهلوی گفت که ایرانی ها هنوز مستعد دموکراسی نیستن، اینها همین حالا در قرن 21 میگن ملت رشد لازم رو نداشته، احتیاج بزرگتر دارن. اینها رمه هستن، احتیاج به شبان دارن. من هستم که باید بهش بگم که چه رسانه ای رو ارتباط داشته باشه، چه سایت رو بخونه و به چه رادیویی گوش بکنه. این رو که البته بحث بسیار عمیقی است که مطرحه، اما خود این حاکمیت دائم این نشون داده، این که اعلام خطر میکنه، مبادا این مردم با خبر بشن، مبادا در معرض اون گفتگوها یا عملکردها قرار بگیرن، مبادا ما حق به کسی اجازه نمیدیم که هر حرفی که لازم هست گفته بشه یا به نظرش لازم میرسه. اینها بر این مبنا استواره که چون مردم میتونن به راحتی گمراه شن، چون مردم هنوز به رشد کامل نرسیدن، پس وظیفه من شبان، من معلم، من بزرگتر این هست، من فقیه. حالا در همین رابطه این هایی که دستگیر کردن، در همین اعلامیه نکته دیگه رو اشاره میکنه، میگه بعضی از اینها اظهار علاقه کردن، یعنی دستگیر شده ها اظهار علاقه کردن که این تجربیات خودشون رو در اختیار دیگران هم قرار بدن، به اطلاع مردم برسونن که دیگه کسی گول نخوره. یعنی علامت اینه که از این افراد بیگناه دارن اعتراف اجباری میگیرن و آمادهشون میکنن برای مصاحبه. اینها بیان مصاحبه هایی که مصاحبات مفتدهی که در گذشته زیاد داشتیم بله. باز هم بکنن و بگن که بله، ما با این هسته مرکزی خیانت ارتباط داشتیم، من خائن هستم و از این من اعتراف میکنم. بله، من به خیانت ها و جنایت ها اعتراف میکنم. اعتراف میکنم. بله. برحال این نشون دهنده گفتم ظرفیت اندیشگی این حاکمانه. بله. اینها کوچکترین هوش و خردی از خودشون نشون نمیدن. حتی در همون رابطه یه صحبت هایی که احمد نژاد در قاهره کرده بود هم همین فکر رو من میکردم که اونجایی که نوشتهی دستش میدن یا براش قبلا می نویسن تمرین می کنه، 4 تا کلمات و جمله های غلط انداز به کار می بره، ولی اونجایی که دیگه این نوشته تو کار نیست، فیل به داهه می خواد حرف بزنه، در دانشگاه کلمبیا میگه ما اصلا در ایران همجنس باز نداریم. بله. در قاهره میگه من می خواهم برم توی کارخونه مصری کار بکنم، و یا اینکه اینجا اومدن یک محبت الهی برای ملت ایرانه. خب این هم گفتم از کوز همان تراوت، همان برون تراوت که دروس. این واقعیتی است که در همین رابطه با دستگیری این روزنامه نگاران هم خودش رو نشون میده. یعنی ابتدایی ترین، شریرانه ترین، ابلهانه ترین،
و بیخردانه ترین حرکت ممکن که 416 تا بیگناه رو بگیرن ببرن زندان درازشون بکنن که عبرتی برای دیگران بشه، که به قول خودشون چوب بر رو سر بی بی سی و صدای آمریکا برن کنن و اون مراکز بین المللی رو بکوبند. در همین رابطه اشاره کردم به رویداد در مجلس، دیدیم که وزیر کار رو مجلس استیضاح کرد، برکنار شد، در همون جلسه احمدی نژاد صحبت کرد، نواری رو گذاشت و افشاگری کرد مبنی بر این که صادق فاضل لاریجانی برادر برادران لاریجانی با ملاقات با مرتضوی داشته و به اون گفته که من کارچاخ کنی میخوام بکنم، منو وز کن به این جماعت، با ارتباطاتی که با دو برادرم دارم میتونم کارشون رو هموار بکنم، همچنان که برای دیگران کردم، کلی از بدهی های بانکیشون رو صاف کردم، تسریع کردم و از این قبیل کار. بله داستان دوستان. بله و رئیس مجلس هم پاسخهایی به ایشون داد. بلا فاصله مرتضوی دستگیر شد. بعضی از هموطنان ما به شدت زغزده شدن، پریدن که خب الحمدلله این جانی آدمکش کهریزک و جاهای دیگه بالاخره دستگیر شد. بعضی حتی مقاله نوشتن که خب بالاخره عدالت اجرا میشه، ولی البته این حرکت شتاب زدگانه بود که هیچ ربطی به اجرای عدالت نبود. به خاطر اینکه اون حرف مبادا رو زده بودند، به خاطر اون کاری که اینا با همه کرده بودن، این دفعه برای خودشون کرده بود، عصبانی که چرا افشا کردی، چرا فیلم تهیه کردی، برای کاری که برای هزارها ایرانی اینا کردن، حالا چون بر علیه خودشون کردن دستگیر شد، 24 ساعت بعد هم آزاد شد. و بعد هم آقای رهبر که بعد از مدت سکوت تشر زد به اون کاری که رئیس جمهور کرده خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف اخلاق بوده و رئیس مجلس هم تونروی کرده و ایشون هم حق نداشته، آقای رئیس جمهور حق نداشته اتهاماتی را که در هیچ دادگاهی ثابت نشده در اونجا مطرح بکنه. بله خیلی، چون مخصوصا این مسئله روزنامه نگاران آوردن و این اعلامیه وزارت اطلاعات رو، این اعلامیه وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات همین رهبره که میگه اونجا که این آقا گفته نوار ضبط شده، تصویر آقا دیده میشه که رسما با این قاتل حرف میزنه، میگه که اینقدر تومن به من، اینقدر میلیون خونه زندگی فلان بدید، من این کارچاه کنیار میکنم. میگه چون اون هنوز در دادگاه به سبب به اثبات نرسیده، پس تو حق نداشتی مطرح بکنی، اما به داد انسان بیگناه رو دستگیر میکنن و در رسانه رسمی کشور، رسانه های دیگه این تومار بلند بالای اتهامات رو بر اونها وارد میکنن و اونها رو به خیانت به کشور متهم میکنن، به جاسوسی متهم میکنن و این آقای رهبر دادش نمیره هوایی که مگه تو دادگاه چیزی اثبات شده، مگه ارتباط بین اینها و بیگانه به قصد خیانت ثابت شده در دادگاه که شما این حرفا رو میزنید. بله خب ببینید ما در اوج شاهد اوج یا اوج که کلمه مثبت یه حزیز ابتذال هستیم، شاهد حزیز ابتذال هستیم. ما داریم ببینیم این ندانم کاری هایی که تو این سالهای گذشته بوده حالا در این مسئله ویژه به خوبی خودش رو به نمایش گذاشته. در حالا ما میتونیم ابعاد گوناگون فضاحت رو، ندانم کاری جهالت رو ببینیم و از خودمون میتونیم بپرسیم. من واقعا میپرسم که به اینا بگم شارلاتان، به اینا بگم جاهل، به اینا بگم گول مافیایی، شاید هیچ کدوم از اینا بدتر از این، شاید هم مجموعه همه اینها به اینها میخوره، ولی اونو که این وسط
نبودش احساس میشه خردورزی و رعایت منافع ملی. ملت بسیار رشد یافته آگاه با تجربه دراز پیکار برای دموکراسی ایران رو چنان خردش رو دست کم میگیرن که دقیقا به شکل یک مدرسه ابتدایی ناظر مدرسه وقتی میبینه که این بچه های چموش به جون هم افتادن تشرش میره هوا، یه دادی سر این رئیس جمهور میزنه، یه انتقاد از رئیس مجلس میکنه و بعدن هم میگه اصلا صلاح نیست در این رابطه حرف بزنید. خودم اگه سخت من به خودم بگم که ایشون که اونجا میگه ثابت نشده چرا مطرح کردی، بعدن هم میگه اصلا در این باره حرف نزنید.